سلام، بعد از حدود گذشته فکر کنم 100 روز یا بیشتر دیگه آماشا دستم در رفته، نشستم پشت سیستمم و چقدر حس عجیبیه این حس برگشتنه. و بچه یکم ببخشید اگه صدام اینجوری یکم سرما خوردم و خب اونقدم حال روحی اجتماعیمون خوب نیست که مثلا بخوام بشینم اینجا مثل گذشته و اینا. امیدوارم که زودتر از هر وقتی بر نگردیم به روال عادی، بریم سراغ زندگی که هممون لایقشیم و چیزی که این دنیا میخواییم دیگه. یعنی حتی زندگی قبلی هم که داشتیم واقعا نمیشد زندگی عادی اسمش گذاشت. حالا بگذاریم اینجور چیزا، نمیخوام حالا اونقدر چی بهش میگن غمگینش کنم بحثو، چون بخوام بگم همینجوری تا فردا صبح داریم. فقط میخواستم بگم که الان که میبینیم اکثر یوتیوبرها به کارشون برگشتن، دارن فعالیت میکنن و خب ما هم زحمتمون رو واقعا کشیده بودیم. یعنی این چنل ها، این ویدیوهایی که ما میسازیم حاصل تلاش ما بوده، یعنی قطعا کلی فکر و ایده پشتش بوده، قطعا شما ها هم دوست داشتید که ما تا اینجا ها اومدیم و خب شغل و کار ما حساب میشد. یعنی من خیلی ها رو میدونم، یعنی 90% ما دور از شغلمون شده بودیم و تنها منبع درآمدی که داشتیم قطع شده بود به مدت 3 ماه و یا حتی بیشتر برای خیلی ها و فدای سر تک تکتون، اصلا مهم نبودی. ولی خب زندگی هم باید بچرخه دیگه. یعنی نمیخوام بیام اینجا شعار علکی بدم، دروغ بگم، بشم آدم خوبه. من حقیقت رو دارم الان بچه به شما میگم. من توی این 3 ماهه که خب از کارم دور بودم و خب طبیعتاً یه جوری باید خرج زندگیمو در بیارم دیگه، تدریس زبان کردم، کارهای دیگه کردم، ولی واقعا نتونستم برگردم به اون آدمی که بودم. وقتی که ویدیو می ساختم می شستم این جلو، در کنار من 2 نفر دیگه هم حقوق می گرفتن، با هم دیگه کار می کردیم و خب کاری بود که خیلی دوستش داشتم. حتی 1 ماه پیش، قبل از 2 ماه پیش فکر کنم، قبل از جام جهانی توی تلگرام هم تنها جایی که می تونستم باشم، چون وی پی ان هم هیچ کدومشون هنوزم که هنوز درست حسابی کار نمیکنه، اون جایی که بودم همون تلگرام یه نظر سنجی گذاشتم، یه پول گذاشتم که آیا شروع کنیم نکنیم. خیلی گفتن آقا شروع کن. گفتم خب کامیونیتی کمتری توی چیزا من، تلگرام من، اومدم توی یوتیوب کامیونیتی پست گذاشتم که برید نگاه کنید هست. اون مثبت 80% گفته بودن آقا بذار، یا 70% یادم نمیاد، ولی بازم دلم نبود که بذارم. یعنی اگه من از اون موقع میذاشتم خب 80% 90% کامیونیتی اوکی بودن، خودم اوکی نبودن که بخوام ویدیو بذارم و چیزی هم نمیخواستم بذارم. پنجشنبه فوتبالی میخواستم بذارم. و الان چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه، یعنی چیزی بود که تو دلم مونده بود، یعنی داشت منو میخورد از تو، و این بود که پنجشنبه فوتبالی بچه‌ها استارتش برای جام جهانی بود. یعنی تمام هدف بندی پنجشنبه فوتبالی این بود که ما یه پادکست فوتبالی رو شروع کنیم، مخاطبش رو بگیریم، جاش بندازیم که آقا چیه چی نیست، راجع به چیا صحبت میشه، و بعد وقتی که جام جهانی شروع شد تم چنل رو بکنیم جام جهانی. یعنی قرار بود یه دونه پروفایل جام جهانی درست کنم، چنل بنر جام جهانی درست کنم، میخواستیم با امیر حتی ترانزیشن جام جهانی درست کنیم مخصوص خودمون، و میخواستیم خیلی یه چنل جام جهانی طور خفن درست کنیم توی اون 1 ماه ما هم دیگه بهتر کنیم. یعنی نهایت ایده ها رو چینده بودیم که چیکار کنیم. یعنی من از 2 ماه قبل جام جهانی آماده این بودم که جام جهانی رو پوشش بدم و عجب جام جهانی هم بود و هر روزش رو با حسرت گذروندم که چرا باید یه همچین اتفاقایی بیفته که ما هم اینجوری دور باشیم. ولی بازم فدای سر تک تکتون، اصلا چیزی نیست که بخوایم اونقدر بهش فکر کنیم یا مثلا نمیدونم هرچی. 4 سال دیگه اگه عمری باشه شماها باشید و همین آدم بتونم بمونم که بتونم مخاطبم رو راضی نگه دارم، 4 سال دیگه قطعا یه آدمی هم که
4 سال تجربه بیشتر داره و یه چیز قوی تر در میاره. خواستم بگم که فعلا روند پنجشنبه فوتبالی رو قصدشو دارم که برگردونم. حالا چیزام که شروع بشه، لیگ قهرمانانم که شروع بشه، سیل کاستو برمیگردونیم. برای همین حالا فعلا نمیام اینجا بشینم. اون احمدی که میشناختید بیام جنگولک بازی در بیارم، چرت و پرت بگم، بگیم، بخندیم، یه ویدیوی بگذرونیم، چالش بدیم. ویدیوهای غیر وان حالا ایده‌هاشونو پیدا می‌کنم، ببخشید. آره، ویدیوهای غیر فان رو اینا در میاریم، میذاریم اون وسط هفته و پنجشنبه فوتبالی رو هم ان‌شاءالله برمیگردونیم. و خب قطعاً اگر کامنت‌های این ویدیو مثبت 20% 30%ش منفی باشه راجع به اینکه بخوام پنجشنبه فوتبالی رو برگردونم، قطعاً بر نمیگردونم، یعنی ویدیو نمیذارم. و الان صرفاً این ویدیو رو سر این گذاشتم که اطلاع بدم که میخوام برگردم و دلم خیلی براتون تنگ شده بود، خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنید. و اینکه همین دیگه، امیدوارم که برسیم به اون چیزی که لیاقتشو داریم. میخواستم بگم میسی بذارید تو کامنت ها، ولی کسایی که تا آخر این ویدیو رو دیدن تو کامنت ها بنویسن هیچ، دمتون گرم و ان شاءالله توی پنجشنبه فوتبالی میبینمتون. دوستون دارم.